برنامه‌ای که مشاهده می‌کنید توسط سازمان ایلام تهیه شده و مسئولیت تمامی محتوای آن به عهده این مؤسسه می‌باشد. قلب من می‌دونست اینو که من هنوز تردید داشتم بین مذهب قبلیم و مسیحی که میخواستم حالا قبولش کنم. سلام گرم ما را در این هوای سرد زمستانی و برفی پذیرا باشید. خوشحال هستیم که مهمان منزل شما عزیزان هستیم. امروز اسناد خانمی رو با هم دیگه می‌بینیم که مدام توی زندگی شک و تردید داشت، ولی خداوند تمامی این شک و تردید رو به ایمان و یقین تبدیل می‌کنه. در این برنامه همراه باشید. سارا در خانواده‌ای مذهبی بزرگ شد و سوالات زیادی در مورد خدا در ذهنش وجود داشت و همیشه به دنبال جواب این سوالات می‌گشت. همیشه دوست داشتم تنها باشم. پدر مادرم که به مهمونی‌ها می‌رفتن، من تو خونه تنها می‌موندم و ساعت‌ها فکر می‌کردم. می‌دونستم خدای وجود داره. اینو می‌دونستم. اما همیشه برام دور بود. به خودم نزدیک، هیچ موقع احساسش نمی‌کردم. فکر میکردم مردم آدم، واقعا مردم عالم اکثرشون گناهکارن، ولی من چون یه سری گناه های کبیره رو انجام نمیدم، آدم نسبتا خوبی هستم، پاکی هستم. سارا دائما به دنبال حقیقت و آرامش الهی بود و از همه افرادی که میشناخت در این مورد سوال میکرد. توی دانشگاه هم خیلی به دنبال سوالاتم بودم، از استادها، از هم که کسایی که با هم درس میخوندیم توی خوابگاه، ولی جواب بهم میدادن، ولی جواب برای من قانع کننده نبود. تا اینکه با همسر بسیار خوب و مهربانم و خانواده بسیار بزرگوارشون آشنا شدم. 2 سال این آشنایی ما به طول انجامید. یه مقدار روحم آرامش گرفته بود، چون همسرم بسیار آدم منطقی و به حرف آدم گوش میده، یعنی گوش بسیار خوبیه. یه مقدار میگم روحم اون تلاطم در اومده بود، ولی اینا مقطعی بود. به سرعت اون آرامشم تموم شد و اگه همسرم صحبت های منو میشنوه، همینجا ازش عذرخواهی میکنم، چون من خیلی اذیتش کردم به خاطر اینکه هر روز صبح بلند میشدم و میگفتم دلم گرفته، حوصله ندارم. فقط وظایفو در حد رفع تکلیف انجام میدادم، نه به خاطر عشقی که دارم به زندگی و زنده بودن. بعضی موقع این بی‌حوصلگی به اوج خودش میرسید و من دلشوره عجیبی میگرفتم. بهش میگفتم نمیدونم چرا امروز دلم شور میزنه، نکنه میخواد اتفاق بعدی بیفته. میگفت نه، منو آروم میکرد، خیلی آروم میکرد. همسر سارا برای مدتی به سفر دوری میرود و در این سفر تغییر بزرگی در زندگیش رخ میدهد. بالاخره همسرم از مسافرت طولانی که داشت برگشت، من دوباره آروم شدم. مخصوصا که دیدم چه تغییر عظیمی نسبت به قبل از که مسافرت کنه کرده بود. آروم تر شده بود، منطقی تر شده بود، به حرفان بیشتر گوش میداد، کلماتی که به کار می برد فرق می کرد با کلمات قبل. مشتاق شدم ببینم برای چی این تغییر رو کرده. گفت که ایمان آورده و مژده نجات رو شنیده. منم کتاب مقدس رو به توصیه ایشون و ضمن اینکه اشتیاق داشتم ببینم توش چی نوشته، شروع کردم. سارا کتاب مقدس را مطالعه می کرد و از این طریق اطلاعات زیادی در مورد کتاب مقدس پیدا کرده بود، اما هنوز آن آرامش الهی را که همیشه به دنبالش می گشت نیافته بود. اطلاعات زیاد راجع به کتاب مقدس کسب کرده بودم. حتی مطالب مهم از اول تا آخر کتاب مقدس و مطالب مهم رو توی دفتر 200 برگ برای خودم نوشته بودم، شده بود یک کتاب مقدس دیگه. همون مطالب مهم رو از هر فصل نوشته بودم، اونو مطالعه میکردم، کتاب مقدس رو مطالعه میکردم، آیه های زیادی حفظ بودم، ولی هنوز من به اون چیزی که مسیح وعده داده بود نرسیده بودم و این منو خیلی آزار میداد. هنوز کینه ها بود، هنوز خانواده همسرم رو به واقع دوست نداشتم.
خوبیاشون رو درک میکردم، میفهمیدم که اونا چقدر خوبن، ولی متقابلا نمیتونستم مثل اونا باشم، نمیتونستم عشقشون رو درک کنم و این منو خیلی آزار میداد. همینجا ازشون خیلی عذرخواهی میکنم. آنقدر شک و تردید تمام ذهن سارا را در بر گرفته بود که تصمیم گرفت در مقابل ایمان مسیحی بایستد و نیز شوهرش را به مذهب قبلیش برگرداند. قلب من میدونست اینو که من هنوز تردید داشتم بین مذهب قبلیم و مسیحی که میخواستم حالا قبولش کنم. بیشترین چیزی که من برای من سوال میشد و هنوز من اونجا درک نکرده بودم خداوندی عیسی بود. واقعا نمیتونستم درک کنم. اومدم گفتم خب شاید این اشتباهه، مسیح اشتباهه، یا اینکه چون مذهبی که من توش بودم قوی تره، من اطلاعات کافی راجع به مذهب قبلیم ندارم. اومدم به مدارس مذهبی رفتم که اطلاعاتم رو ببرم بالا و بتونم خودم رو مجاب بکنم. درسای بسیاری رو گذروندم، تو تناقض شدید بودم، باز هم جنگای روحانی این دفعه دیگه شدت بیشتری گرفته بود. این دفعه من از مذهب قبلی اطلاعاتم قوی تر شده بود و میخواستم با عقل و منطقم با مسیحیت بجنگم و همسرم بتونم مغلوب کنم که حقانیت خودم و مذهب قبلیمو بتونم اثبات بکنم. هر دفعه تفسیرهای مختلف میخوندم، کتابای مختلف مطالعه میکردم، پیش استادان بنام میرفتم، کتابای اونا رو مطالعه میکردم. با اینکه بعضی موقعا شاید چندین بار باید مطالعه میکردم تا برای خودم بتونم استنباطش کنم، ولی مطالعه میکردم و با کوهی از دلایل میمدم مقابل همسرم که بتونم ایشونو مجاب کنم، مغلوب کنم که مذهبی که من توش بودم بسیار قوی تره و اون میتونه ما رو نجات بده. ولی غافل از اینکه هر بار با متانت همسرم روبرو میشدم و اون یا یه کتاب مقدس میگفت و تمام کارها و آیه هایی که من جمع کرده بودم، دلایلی که جمع کرده بودم، همه نقش براب میشد. باز من مغلوب میشدم، دوباره میرفتم مطالعه میکردم، گفتم نه من قوی نیستم، من هنوز اطلاعاتم صفره، باید انقدر قوی بشم بتونم جواب اونو بدم. باز میرفتم مطالعه میکردم، هر بار از دفعه قبل قوی تر میامدم، ولی باز همیشون با خون سردی با مهربانی جواب منو میداد. من مجاب میشدم، منی که میخواستم اونو مجاب کنم، منی که میخواستم اونو مغلوب کنم، ولی خودم مجاب میشدم. سارا سالها به تحصیل دروس مذهبی پرداخت و نیز همزمان تدریس میکرد، ولی هنوز حقیقت و آرامش الهی را نیافته بود. تقریبا 5-6 سال من درس میخوندم و همزمان تدریس میکردم جاهای مختلف، ولی میدونستم اون چیزهایی که دارم به دیگران میگم خودم باور ندارم، تا اینکه من بیمار شدم و این بیماری مطمئن بودم که ربطی به جسم من نداره، این روح منه که آزرده است، خسته است و دلم میخواست به آرامش برسم. اولش فکر میکردم که اگر بمیرم اون آرامش نصیبم میشه، ولی که بعد که با همسرم صحبت کردم گفت حالا فرض کن الان هم موعد مرگ فرا رسیده، با این کوله بار پرگناه چه میکنی؟ چگونه در محضر عدل الهی پاسخ گویی؟ من از اون موقع تازه اینو فهمیدم که من چقدر گناهکارم، ولی خودم متوجه نمیشم. میفهمم نسبت به دیگری کینه دارم، میفهمم که خوبیای دیگرانو با بدی پاسخ میدم، ولی اینو گناه محسوب نمیکردم. میدونستم که دارم دیگران رو مورد قضاوت قرار میدم، ولی اینو گناه نمیدونستم. گناه رو صرفا در قتل و دزدی و زنا میدونستم. من خواهان اون تغییری بودم که همسرم میگفت، خواهان اون تغییری بودم که تلویزیون مختلف مسیحی میگفتن. اون تغییر رو نمیگفتم، نمیفهمیدم، میگفتم اینو پس چجوری تغییر کردم؟ چجوری یه نفر میاد شهادت میده و میگه که مسیح میگه از نو باید متولد بشی؟ من چجوری آخه تمام افکار گذاشتم و افکار گناه آلودم و به یه دفعه بذارم کنار؟ چجوری امکان داره این روح گناه آلود من حالا پاک به حساب بیاد با ایمان به مسیح؟ چجوری میتونه مسیح گناه های زیاد منو برداره؟
یک شب سارا با تمام قلبش به درگاه خدا دعا کرد تا خدا او را ملاقات کند و حقیقت الهی را بشناسد و از آن شب شروعی تازه در زندگیش رخ داد. از فردای اون روز من کتاب مقدس وقتی میخوندم میفهمیدم که فرق داره با روز قبلم خوندنش. شاید اطلاعاتم راجع به کتاب مقدس قبل از اون شبم خیلی زیاد بود چون مطالعه میکردم، ولی از اون به بعد خوندن من تغییر کرد. با هر آیهی که میخوندم تو همون آیه مکث میکردم. قبل اگر میخوندم صرفا میخواستم اطلاعاتم رو بالا ببرم، ولی از اون شب به بعد دیگه آیه به آیه من جلو میرفتم. سوالم بازم برام پیش میومد، ولی همسرم جواب که میگفت آروم میشدم و قبول میکردم، مخصوصا که خداوندی عیسی برام باز شده بود. اینو فهمیده بودم، درک کرده بودم که این انسان نیست که خدا شده، بلکه خدا به خاطر عشقی که به ما داشته انسان شده. سارا توبه می کند و قلب و زندگی خود را به عیسی مسیح خداوند تقدیم می نماید. خداوند را خیلی شکر می کنم. بیشتر به خاطر وجودش، به خاطر که هست که من توکل کنم بهش. اول به خاطر وجودش، بعد به خاطر محبتی که به من داشته و اون آرامش که من تمام این سالا دنبالش بودم به من داد. تمام تردیدها، نگرانیها، ترسها، وحشتها، ضعفهای منو برداشت. طبق کتاب اشعیا که میگه خداوند ضعفهای من رو برداشت، دردهای من رو از من دور ساخت. واقعا الان آرامشی دارم که با هیچ چیز دلم نمیخواد عوضش کنم. و مهمتر از اون به اطرافیان خودم با یه دید محبت‌آمیز نگاه میکنم. این خیلی برای من ارزش داره. این باعث میشه تو ذهنم با اونها نجنگم، این باعث میشه قضاوتشون قرار ندم، اونها رو از زاویه محبت مسیح به اونها نگاه کنم. خیلی خدا رو سپاسگزاری میکنم و امیدوارم هر کسی که صدای منو میشنوه واقعا اولش شاید به خاطر مطالعه کتاب مقدس رو بخونه، کلامو بخونه که فیض نجات نیاد روزی که دیر شده باشه و بر اون قرار نگرفته باشه. دوستان، زندگی سارا رو با هم دیگه دیدیم. شاید شما هم توی زندگیتون دچار شک و تردیدهای زیادی هستید. معمولا زندگی این روزها این شک و تردیدها رو خیلی بیشتر کرده توی زندگی افراد. مدام برای چیزهای مختلف، حالا چه برسه به چیزهای روحانی، مدام افراد شک و تردید دارن چون انقدر مسائل مختلف اومده و انقدر میگن که نه این چیز اشتباه است، این درسته. دو روز دیگه میگن نه اونی که درست بود اشتباه است، اونی که درسته. آدم ناخودآگاه توی زندگیش خیلی دچار شک و تردید میشه و این شک و تردیدها باعث میشه که مردم بیشتر تو خودشون فرو برن و یواش یواش به یه جایی برسه که متاسفانه به پوچی برسن و فکر کنن که شاید همه چیز مخصوصا در رابطه با خدا شاید همه چیز دروغه، چون که خیلی توی همین تحقیقاتی که میکنن یا شاید توی قدمهایی که بر میدارن خیلی دروغها میبینن و خیلی اتفاقاتی میبینن که براشون عجیبه، که میگن اگر مثلا فلان کس که این همه ادعای روحانیت میکنه یا این همه در مورد خدا میدونه چرا این رفتارا رو انجام میده، پس باعث میشه که شک و تردید توی قلبشون به وجود بیاد. بله، دقیقا مثل سارا با اینکه خودش توی اون مدارس روحانی درس میداد و این علوم روحانی رو تدریس میکرد، ولی خودش میگه حتی موقعی که داشتم درس میدادم این باور در من بود که من اصلا ایمان ندارم به این چیزایی که دارم به بقیه آموزش میدم. و متاسفانه تو دنیای زندگی میکنیم که این مسائل خیلی زیاد شده توی تمام کشورها، فرق نمیکنه حالا ما بگیم فقط در ایران، نه، توی همه کشورها این تردید و این شک در مورد خداوند هست. همسایه هامون، ما بچه های خیلی کوچیک، شاید بگم 10-11 سالشون بود، وقتی که ما در مورد خداوند باشون صحبت کردیم خیلی تعجب کردن. اصلا یه جوری نگاه ما کردن، گفتن که مگه شما به خدا ایمان دارید توی این قرن، توی این قرنی که ما زندگی میکنیم؟ و این خیلی باعث تعجب ما بود. اصلا من و امیر شوکه شدیم. برای ما تا چند روز اصلا براشون دعا میکردیم که خدایا چطور ممکنه که دیگه
اینقدر این شک و این تردید و این که مردم به پوچی رسیدن تا اینکه واقعا میگن که نه اصلا هیچ خدایی وجود نداره. متاسفانه دنیا مثل اینکه هرچی روز به روز پیشرفت میکنه، به جای اینکه مردم بیشتر به شناخت خدا عمیق‌تر بشن و بخوان که در جستجوی خدا باشن، بخوان که در واقعا راه حقیقی رو پیدا کنن و پیرو واقعا اون راهی که خدا براشون تعیین کرده باشن، متاسفانه دورتر میشن و حتی بعضیا خیلی مطالعه میکنن و خیلی علم و دانش در مورد خدا دارن، ولی علم و دانش از اون کمک نمیکنه که، یعنی یک کسی که در مورد خدا بخواد هی تحقیق کنه، این کمک نمیکنه که این شخص در واقع به خدا داره با خدا زندگی میکنه. بله، اطلاعات در واقع کافی نیست. بله، آگاهی با شناختن خیلی فرق داره. آگاهی یعنی دانستن، ولی شناختن یعنی زندگی کردن. اون کسی که واقعا با خدا زندگی میکنه، بعد اون موقع اون آگاهی که داره، اون اطلاعاتی که داره تبدیل به حقیقت میشه. میگه آه من اینو خونده بودم ولی حالا دارم میچشم. مثل زندگی همین خواهرمون سارا که قبلا کلی آگاهی داشت، ولی هر چقدر هم حتی انجام بعضی از مراسم‌های مذهبی رو هم انجام میداد، ولی هیچ تغییری مثل این که نمیدید و اون چیزهایی که میخوند و اون چیزی که زندگی میکرد با هم فرق داشت تا اینکه با عیسی مسیح آشنا میشه. بله، خدا رو شکر. من یه مثال خیلی کوتاهی رو میخوام براتون بزنم، یعنی فرصت باشه. یادم میاد که وقتی راجع به این شک و تردید خواهرمون سارا داشتم فکر میکردم، یه مثالی تو ذهنم اومد. یه جاده تاریکی رو احساس کردم که هست و اون شخص میخواد تو اون جاده تاریک قدم برداره. خیلی صداها میشنوه، یکی میگه دو قدم دیگه بری یه چاله هست، یکی میگه نه هیچ چاله‌ای وجود نداره، یکی میگه یه حیوان درنده اونجا منتظرته، یکی دیگه یه چیز دیگه میگه. و این شخص چطور میتونه قدم برداره تو این جاده تاریک با هزاران سوالی که توی ذهنش هست و هزاران شک و تردیدی که داره؟ ولی وقتی که اون جاده روشن میشه، وقتی که خورشید میاد و کاملا اونجا رو روشن میکنه، میتونه با ایمان قدم برداره، چون داره میبینه که چه چیزهایی هست. خودش دیگه میتونه نگاه کنه و خودش تجربه بکنه، پس دیگه به حرفای اونا اطرافیان نمیتونه تمرکز بکنه. بلکه مثل کلام خدا که میگه حقیقت را خواهید شناخت و حقیقت شما را آزاد میکنه. دقیقاً گفتم اگر واقعا توی زندگی هامون، اگر تو زندگی شما دوست عزیز هزاران سوال هست، هزاران شک و تردید در مورد خداوند و کار خداوند توی زندگیتون دارید و هیچ جوابی برای اونها ندارید و مدام به این سوالاتتون اضافه میشه، نور خداوند رو به طلبی توی زندگیتون که اون بیاد نور خداوند روشن میکنه و اون وقتی که میتونید قدم ایمان رو توی زندگیتون بردارید. خب الان قسمتی هستش که ما گفتگوهایی که با دیگر عزیزان داشتیم میخواییم که به اونها هم گوش کنیم و بعد باز هم به استودیو برمیگردیم و در خدمت شما خواهیم بود. وقتی ما ارتباط داریم با خدا، قوت او رو هر روز لمس میکنیم، ایمان در ما تقویت میشه، محبت او در دل ما ریخته میشه، تبدیل میشیم به انسانهای بهتر. این در اثر اطلاعات نیست، این به نظر من به اون رابطه بستگی داره. آگاهی داشتن در مورد خدا همون دانش ماست، ولی شناخت واقعی خدا یه رابطه هست. علم آگاهی فقط به ما یک سری تئوری میده، ولی شناخت خدا به ما کمک میکنه که اونو به واقع بشناسیم و بتونیم در روز زندگی کنیم. باور رو درشون تقویت کنیم، بدونیم که این چه کارهای عجیبی داره انجام میشه، معجزات در اتفاق میفته. با نگاه کردن حتی به طبیعت و خلقت میشه در اونها یک حتی کوچکترین ذره ایمان ایجاد کرد و اون ایمان قادر شک رو بیرون کنه از دلها. بهشون کمک کنیم که تصمیم بگیرن که بخوان خدا رو بشناسن و ذات خدا و شخصیت خدا رو به اونا بتونیم بشناسونیم. تنها اینه که باید دعا کرد که خداوند خودش رو بر اونها آشکار بکنه. میتونیم برای اون شخص دعا کنیم، میتونیم کلام بهش بدیم بخونه، ولی خوبه که همیشه در بحث نیافتیم با اون نفر، ولی اینکه در بحث بعض وقتا آدم ها عصبانی میشن و اینکه نمیخوان هیچی گوش بدن و قبول داشته باشن. بسی دعا کنیم که خداوند در قلبشون کار کنه. با خوندن کلام خدا و دعا
و روزه. برای شناخت هر کسی رابطه لازم هست. پس رابطه یعنی که کلام خدا رو بخونیم، در رو تعمق کنیم و با اون حرف بزنیم و دلمون، فکرمون، وجودمون هر لحظه در اختیار خدا باشه، کنترل زندگیمون تو دستای خدا باشه. آشنا شدن بیشتر با کلام، بیشتر وقت صرف کردن با افراد روحانی که قدرت خدا تو زندگیشون بوده و همینطور در مشارکت با در کلیسا. عزیزان، با هم نظر دیگران رو شنیدیم و من نمیدونم که در این سوالها، در رابطه با این سوالها نظر شما عزیزان چی هستش، ولی واقعیت اینه که برای شناخت خدا احتیاج هستش که ما قلبمون رو به حضور خدا باز کنیم. چقدر مهم هستش که ما خودمون با تمام قلبمون از خدا بخوایم که خداوند، من میخوام حقیقت رو بشناسم، با تمام اون چه که یاد گرفتم همه اونها رو زیر پای تو میگذارم، چون که تو خالق هستی، چون که تو خدای قدوس هستی، و در قلبتون رو به سوی خداوند باز کنید. کلام خدا میگه که خداوند کنار در قلب ما ایستاده و در رو میکوبه، اگه باز کنیم وارد قلب ما میشه. پس چقدر مهمه که با ایمان خودمون رو به خدا نزدیک کنیم و از او خواهش کنیم که خدای قدوس، خدای قادر مطلق که تمام این آفرینش رو و تک تک ما رو آفریده و اونقدر، حتی خود ما، هر کدوم از ما اونقدر پیچیده ساخته شدیم دایان. که چقدر احتیاج داریم که خدایی که در واقع خالق تمام این هستیه به قوت خودش و به کمک خودش بشناسیم. بله، واقعا چقدر عالیه که با اون خدای حقیقت ملاقات بکنیم، ملاقات رو در رو، که تمامی این شک و تردیدهای ما نسبت به خداوند از بین بره. من یادم میاد پولس، نمیدونم چند نفر از شما عزیزان پولس رو میشناسی، در کتاب مقدس پولس یک شخص خیلی غیوری بود، نسبت به کار خدا خیلی غیرت داشت. یک یهودی بود که با از بین بردن دیگر مسیحی‌ها فکر میکرد داره خدا رو خدمت میکنه، ولی وقتی که با خدای زنده، با عیسی مسیح ملاقات میکنه، تازه میفهمه که محبت کردن یعنی چی، خدای محبت چی هستش، و اون تمامی اون سالهایی که شاید توی ذهنش داشت از بین میره، چون با خدای زنده ملاقات میکنه. و چقدر ما احتیاج داریم، طریق زندگیش عوض میشه. دقیقاً میگم واقعا بعضی از افراد، شاید شما بیننده عزیز، شاید شما خیلی در مورد خدا اطلاعات دارید، دانش شما خیلی زیاده، ولی اون ته قلبتون احساس میکنید که با خداوند رابطه ندارید، یه رابطه دو طرفه ندارید، خدای حقیقت رو نمیشناسید و محتاج هستید، به دنبال اون آرامش هستید، مثل خواهرمون سارا که خیلی اطلاعات داشت ولی اون آرامش واقعی رو تجربه نکرده بود. پس عزیزان بدونی که امروز روزیه که خداوند این فرصت رو به شما داده. آمین. شما اومدید تلویزیون رو روشن کردید، دارید برنامه رو نگاه میکنید و بدونید خداوند داره با شما صحبت میکنه از طریق این برنامه، که با اون خدای حقیقت آشنا بشید و تمامی شک و تردیدهای شما از بین بره و اون آرامش واقعی توی زندگی شما از آن جاری بشه. آمین آمین، چقدر عالی. واقعا خدا رو شکر برای این خدایی که حاضره بره. که با ما ملاقات کنه، حاضره که ما رو در آغوش پرمهر و محبتش بگیره و تمام اون سوالهایی که ما شاید سالهای سال داشتیم به ما جواب بده. خب الان فرصتی هست که ما میخواییم که با دوستانمون دعا کنیم. از آن میخواییم که از شما دعوت کنیم که در این دعا با ما سهیم باشید. شاید سوالهای زیادی دارید، شاید خیلی چیزها براتون مبهمه، شاید خیلی تلاش کردید و هیچ وقت اون حضور خدا رو حس نکردید، و شاید سالهای سال یک سری مراسم رو انجام دادید و عادت کردید، ولی رابطه با خدا یک چیز تازه‌ای هستش. حتی هر روز هم با او رابطه داشته باشید باز هم تازه است. پس دعا میکنیم الان و از شما دعوت میکنیم در این دعا با ما سهیم باشید. خدای قدوس، خدای پر از مهر و محبت، در نام پر جلال عیسی مسیح، برای این دوستانی که دارن این برنامه رو میبینن، ای خداوند، شاید سالها به دنبال تو بودن، شاید خداوند خسته شدن حتی، و شاید فکر میکنن که تو اونها رو فراموش کردی، شاید خداوند کتابهای زیادی در مورد تو خونده باشن ولی سردرگم هستن و نمیدونن که حقیقت چیه. خداوند تو رو شکر میکنیم که تو راه و راستی و حیات هستی، ای عیسی مسیح. دعا میکنم که امروز تک تک این عزیزان رو خداوند در نام قدوست ملاقات کنی خداوند، و از هر گمراهی، از هر تاریکی خداوند، و از سردرگمی های مختلف خداوند این عزیزان رو آزاد کنی.
همونطور که کلام تو میگه حقیقت را خواهید شناخت و حقیقت شما را آزاد خواهد ساخت. دعا میکنم که امروز این عزیزان آزادی در تو رو بچشن. دعا میکنم که امروز این عزیزان در قلبشون به سوی تو باز بشه ای خداوند عیسی مسیح، و تو وارد قلب اونها بشی و تمام گناهانشون و تمام اون اسارتها، تمام اون بستگیها، تمام اون خستگیها، تمام خداوند اون بارهای گران را از زندگیشون برداری. تو رو شکر میکنم ای خدای قدوس، و در نام پرجلال عیسی مسیح این عزیزان را به دستان پرمهر و محبت تو میسپرم. برکت تو خداوند بر زندگی این عزیزان و خانوادهشون باشه. در نام قدوس تو عیسی مسیح به حضور پدر آسمانی دعا کردم. آمین. آمین. بله خداوند، منم دعا میکنم برای تک تک این افرادی که زانو زدن و در دعا با ما متحد هستند. ای خداوند عیسی مسیح، تو قلب این عزیزان رو میبینی. خداوند، رو میخوام که تمامی این شک و تردیدشون رو به ایمان خداوند رو تبدیل بگردونی. خداوند، میخوام که تو ملاقاتشون بکنی، که مثل پولس که برای تو غیرت داشت و فکر میکرد داره تو رو خدمت میکنه ولی مسیحیای دیگر رو خداوند آزار و اذیت میرسوند. ای خداوند، میخوام عزیزانی که خداوند شاید فکر میکنن با کارهاشون دارن تو رو جلال میدن، تو رو خدمت میکنن ای خداوند، ولی نمیدونن شاید تو رو دارن ناراحت و غمگین میکنن ای خداوند، تو رو دارن محزون میکنن ای خداوند. میخوام که این عزیزان رو تو ملاقات بکنی ای خداوند، که با خدای محبت آشنا بشن ای خداوند. شکرت میکنم، میخوام که طریق محبت در زندگی این عزیزان جاری بشه خداوند، به نام عیسی مسیح تمامی شک و تردید تک تک این عزیزان رو به حضورت میارم و ایمان دارم ای خداوند، ایمان دارم که تو جواب دعای ما رو میدی. پس شکرگزاری میکنم ای خداوندم، به نام مسیح خداوند. آمین. 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 خدا رو شکر که خداوند دعای ما رو میشنوه، و خدا رو شکر که خداوند به دعایی که از قلب شکسته و قلب پردرد میاد بیرون و قلب تشنه، خداوند او رو جواب میده. خیلی ممنون عزیزان به خاطر تمامی ایمیل ها و تلفن هایی که میزنید، واقعا خیلی باعث تشویق و بنای ما هستش. بار دیگه تلفن رو اعلام میکنم که اگر مایل هستید با ما در تماس باشید. شماره تلفن ما 2044-1483-410-933 هست و آدرس ایمیل ما tv@kalame.com، و همچنین شما میتونید برنامه های ما رو در kalame.com قسمت برنامه های تلویزیونی ببینید. خب دوستان عزیز، فراموش نکنید که خدای قدوس، خدای پر از مهر و محبت واقعا عاشق شماست و دوست داره که شما رو ملاقات کنه. من امیدوارم که امروز قلب شما از حضور خدا پر شده باشه و خونتون پر از برکت و شادمانی خداوند شده باشه. پس شما رو به دستان پر مهر و محبت خداوند عیسی مسیح میسپاریم تا برنامه بعدی. خدا نگهدارتون.